با سلام. آخرین برنامه نام ها و یاد ها، ششمین برنامه، در کنار آقای مسعود بهنود که بدون تعارف برای من جای بسیار خوشحالی، اگر به کلمه افتخارم متصل کنم، برای اینکه همونطور که گفتم من در کنار ایشون بسیار آموختم، چه در رادیو چه در تلویزیون و حتی در مطبوعات که فقط چند خطی در تماشا نوشته بودم و زیر نظر ایشون در مجله تهران مصور و اعتباری که به من داده شد در کنار بزرگان حرفه، منم اون موقع کم سن و سال ترین و بی تجربه ترین در مطبوعات. من یادم تا قبل از انقلاب شما و من کنجکاو حتی رادیوهای خارجی رو گوش نمی کردیم، ولی الان فکر نمی کنم که هر وقت در دنیا چیزی شد، مؤسسه باید به سرعت در خودشو باز کنه. یعنی صدای سیما، صداش ساکته، سیماش خاموشه. یعنی چی؟ یعنی هیچی نمی بینیم در صدا و سیما. حالا دیدم تو ایران؟ بله بله، در تماشاهان. من و شما اون توی چی نمی گفتیم؟ نه، دو دفعه پشت سرم چیز بود، منو دو مرتبه خلع کرد در حقیقت آقای جعفریان. من دوستش داشتم البته، ولی دلیلش این بودش که میگفت چرا برنامه رو با حوادث ونزوئلا شروع کردی. شما یادتونه گفتید نخست وزیر تروریست اسرائیل؟ یادم نمیاد. نخست تروریست اسرائیل؟ من نخست وزیر گلدمایر به من رفتن. دو دختر آقای خلعتبری، خدا بیامرزه، فوت کرده، گفت پدرم آقای خلعتبری در این دردسر بود که اسرائیل اعتراض کرده بود به وزارت خارجه که چرا مسعود بهنود روزنامه نگار گفته نخست وزیر تروریست اسرائیل. درسته این؟ نمیدونم، دارم به من کسی حرفی نزد، ولی یاد باشه نخست وزیر که منم رفتم باش صحبت کردم گلدمایر بود. نه بعدش، همون تو برنامه صفحه اول گفته بودیم. تو صفحه اول دیگه، تو صفحه اول، چون برنامه آقای بهنود زنده بود، هیچ کدوم ضبط یا کنترلی روش نبود. اما اصولا تا الان که خدمت شما هستیم و حتی همین کسی که الان هم انتخاب شده، همه یک دوره چریکی گذروندند. نه من چیز نمی کنم، اگه موضوع فلسطین و اسرائیل باشه، اگر اجازه نه فلسطین هم چی؟ نه فلسطین اصلا وارد قضیه نکنیم. به هر حال اونها در یک دوره مفصلی، میدونیم که ملکه هیچ وقت به نرفت. 160 کشور رفت و اسرائیل نرفت. و الان هم در اینجا هم در ختمش هم کسی رو نخواستن. دلیلش اینه که اینا عده زیادی انگلیسی کشتن. بله. برای گرفتن استقلال، برای هر کاری. و این من فقط موضوع رو از این جهت مطرح کردم که فرمودید که صدا و سیما و جامع جمعی. آره نه، اون چیزی که شما دیدید، اولا تقریبا حدود 6 دقیقه از وقت برنامه مونده، به جای اینکه در پایان از شما تشکر بکنم، اجازه بدید با فراغ خاطر و داشتن وقت از شما تشکر بکنم. خاطرات خوش، اصلا خاطرات ناخوش که ندارم، جدا از اون چیزی که دیدم، شنیدم، یاد گرفتم. تجربه شما، خیلی روزنامه نگار داریم در همه دوران، شما باز یکی از معدود روزنامه نگاریم که دو دوره متضاد رو زندگی کردین، کار کردین و تازه دوره سومی هست به نام بی‌بی‌سی. و امروز که من در پاریس روبروی شما نشستم که این برنامه رو در هفته آخر سپتامبر داریم فیلم برداری میکنیم، بازم سوالای زیادی مونده، ولی یک سوالی برای خودم مونده به عنوان رمز و راز این حرفه که همیشه شما یک برگ نو ورق زدین، ما ها تکرار کردیم، شاید تکرار گذشته، شما یه نو آوری ها، رمز روزنامه‌نگار خوب بودن چیه؟ سخت‌ترین حرفه‌های دنیاست وقتی که شما ملاحظه شخصیتون رو ناچار میشید بذارید زیر پاتون. ناچار میشید. من با مادرم کاری که تونستم بکنم این که رفتم آخرین صحبتی که کرده بودن ایشون رو اومدم گذاشتم جلو مادرم، گفتم مادر این نگاه گوش کن ببین چی میگه. یک کمی بلندتر ببخشید. گفتم بهش که گوش کن ببین چی میگه. به مادرم گفتم. بله. گفتم گوش کن ببین چی میگه ایشون. گفت چیه؟ گفتم میگه که فساد همه جا رو گرفته
من از جانب اونا معذرت میخوام از شما، برای این قبول کرده فساد هست. صدای انقلاب شما رو شنیدم، یعنی قبول کرده که انقلاب هست. بعد ادامه بدیم، من تعهد میکنم که فساد رو پاک کنم، چه بکنم از این. شما اصلا فرض بذار اینا حرفای انقلابیونه، نه حرفای هیچ کسی اینقدر آن کادره نگفته که اوضاع در چه قراره، هیچ کس نگفته. خودشون تو بعضی از کتابی که نوشته، نه همش، چون ظاهرن سلامت حافظه نبوده، بعض جا رو ریپ میزنه، خیلی تعجب آوری که بعض چیزا رو نمیبینه، ولی اصولا به طور کلی ایشون فهمیده بود و برای این کار هم کارایی کرده بود. یک آدمهایی رو مأموریت داده بود، نظامی بود، پلن A، پلن B، پلن C ساخته بود. عوام این پلن A و B و C رو همه رو وطن فروش تلقی کردن. یک لحظه پیش خودشون فکر نکردن پادشاهی که تم کل این داستان دست اوست. ولی نبود آخر سر آمد. نه اون به تاثیر گرفت، ولی خود این ساختمان شاهنشاهی اساسش بر اینه که این پایش اونجا است. مثلا الان که اسلامی آخوند خامنه ای اونجاست، اون شخصی که اونجا قرار داشت که اینطوری نیستش که در هیچ حالت اینجا رو ول کنه بره، که ده ها فکر میکنه و کرده. اینا هست، یعنی مواردی هست که یک نفر از آدم ها، من اتفاقا در اون سال قبل اردشیر میگفتم، گفت کار من که تموم شد بشه، یعنی چه گفت منم کمکت بکنم. گفتم آقا چه فایده داره الان ما چه فایده داره الان اینو بگیم؟ گفت نه من تایید میکنم. گفتم نه شما نمیخواد تایید کنید، شما نظامی نبودید که. ولی ما چرا باید که از واقعیت این همه دور باشیم و دوچار خواب خیال باشیم؟ خود این انقلاب ایران یک سوء تفاهم بزرگه. یعنی اتفاقا این سوء تفاهم آقای بینود روز خیلی از مشاغل اگه اشتباه بکنه، اشتباهش در از اون اتاق بیرون نمیاد، مثل عکسایی که از بالا و کارمندا انداختن پایین، ولی کسانی که رفتن جلوی تلویزیون چیزی گفتن خاطره گذاشتن تا ابد یا در رادیو. اشتباه یک روزنامه‌نگار لطمه شاید بیشتر از یک آدم عادی در حتی بنای پزشکی که خب جون یه نفر در خطره. نمیخوام بپرسم نصیحت شما، ولی به نظر شما روزنامه‌نگار خوب چه کسی است؟ روزنامه‌نگار باید شغل خودشو بپذیره، یعنی باید با همه مخاطرات. بله دیگه، اصلا بی خود اومدیم تو این کار، یعنی خلاف جامعه بگه، به نفع جامعه بگه. آره، روز 19 بهمن سال 57، روز 19 یعنی دو روز مونده پیروز انقلاب، من سخنرانی میکردم توی مدرسه پرستارا. بله. و اونجا بودم، در قبل از من یک کسی که اون کرد که هیچ نوع آشنایی چیزی باش نداشتم، ولی بعد شنیدم که او به صاحب عزا گفته بود که من اگه میدونستم فلان رو دعوت کردین اینا نمیمدم. و این CIA، این دفعه اولی نبود که او در مورد من این حرف رو میزد. من با تیمسا قرنی آشنا بودم، آشنای در حد خانواده بودم. همون روزی که ترور شد تیمسار، من روز قبلش بعد از اون رفته بودم ایشون، دیده بودم تو خونش همونجا که ترور شد. بعد بنابراین یه ذره بد آهنگ بود تو ذهن آدم که به یه آدمی مثلا او یه همچین حرفایی زده بشه، ولی ساده بود. ماها من اینطوری فهمیدم که اصولا ملتی هستیم آسانگیر، داوطلب هیچ خطری نیستیم. اگر 10 نفر تو خیابون را بیفتن و کسی در مقابلشون نباشه، اینا تبدیل میشن به سیل. اشتباه عمده برای مملکتی که گام به گام باز شد این بودش که همین چیزی که الان تو ایران شده، همین الان تو شلوغی که تو شهرهای مختلف ایران شده، در هفته آخر سپتامبر، یک هفته بعد از قتل مهسا امینی، این گفتگو فیلم برداری میشه. شما ملاحظه کنید اینه یه الگو بگیره، این الگو اخیر باعث میشه که نمیبازه جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی با این ترتیبی که الان داریم میبینیم، خیابونا همه فلان دونه این حرفا، سقوط نمیکنه. امروز گفتن 35 نفر کشتن. آره، روزنامه نگار 300 نفرم رو کشتن، سقوط نمیکنه. این داشته باشی،
اما کی سقوط میکنه؟ این خوب جالبه خیلی. اگر شما اینو باز گذاشتید رفت و به همه سپردید، حالا به خاطر بیماری یا هر چیزی دیگه، شما خوبه که اینو بدونید ما نیروی ضد شورش نداشتیم. این حرف ساده ای نیست. الان داریم لشکره، تازه در فرصت‌های مختلف از جاهای مختلف. آقای که فوت شدش توی سوریه و از اینکه رفته بود، فرمانده اشکال بود موقعی که سال 88 شروع شده بود، او خودش تو تلویزیون گفت من 5-6 هزار نفر آدمی رو که پا به اعدام بودن، آدم کش بودن، اینطوری بودن، اینطوری بودن، تو زندان ذخیره نگه داشته بودن برای این روز، فرستادمش تو پادگان، فردا صبحش فرستادمش تو خیابان تو مردم مرد کنه. روزنامه‌نگاری که به نظر من کمی بیشتر از بقیه روزنامه‌نگارات میدونه و گفت آقای بهنود وقت رو به پایان، حتی در ثانیه‌های آخر زیادم شد. نه خیلی هم ممنونم، امیدوارم فرصت دیگری این بار در شهر شما یک سری دیگه نام‌ها و یادهای خود مطبوعاتی‌تر. شما در پاریس، فردا عازم لندن، و جز تکرار تشکر جمله دیگری به ذهنم نمیرسه. و بازم ممنون. ممنون از شما.